تلاش برای هویت یابی دوباره هزاره از همان جایی شروع شد که طرح معنی هویت این قوم در همان جا ریخته شده بود. و آن درباره حاکم ستمگر بنیانگذار افغانستان متحد عبدالرحمن خان جابر بود. اگر عبدالرحمن خان اولین نابود کننده و کتمانگر هویت مردم هزاره و شیعه به حساب می آید، بدون شک ملا فیض محمد کاتب پدر تاریخ افغانستان اولین احیاگر دوباره این قوم شکست خورده به حساب می آید. فیض محمد کاتب فرزند سید محمد فرزند خداداد متولد 1297 هجری قمری در قریه زرسنگ ولسوالی قرباغ ولایت غزنی در خانواده هزاره محمد خواجه به دنیا آمد. که تاریخ، ادب و هنر افغانستان از پرورش فرزند فرزانه در دامان این خطه مردخیز بر خود می بالد. این دهقانزاده تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش می آموزد. دوران نوجوانی تا سن 18 سالگی در زادگاهش سپری می کند. در این وقت در اثر دسته جاسوسای انگلیس در افغانستان خصوصا در منطقه قرباغ جنگ مذهبی شعله‌ور می گردد. یک تعداد مردم متعصب و کردل بدون آگاهی از دسته دشمن کمر برای از بین بردن مردم هزاره و شیعه نموده. در قرباغ بالای مردم هزاره حمله نموده، چی جنایات در این حمله که مرتکب نمی شوند که زبان از گفتن آن شرم دارند. مردم هزاره هم به خاطر دفاع از ناموس و عزتشان از قلا و سرزمینشان زن مرد پیر و جوان به مقابله برمی خیزند. تا جایی که مغلوب جنگی شروع می شود که بالاخره توسط دسته دشمن مکار که عهد و پیمان نموده به شرط امان دادن جانشان مردم هزاره به دشمن تسلیم می شوند. اما بعد از تسلیم شدن مردم هزاره عهد و پیمان قسم قرآن شکسته شده زیر پا می گردد. دشمن مکار تسلیم شدگان را همه به دم تیغ جلاد می سپارند و همه را سر می برند. متجاوزین بعد از این واقعه اسفناک قلعه فیضوخو و چندین قلعه همجوار آن را غصب نموده که تا الحال غاصبانه از آن استفاده می نمایند. که در این واقعه ملای نوجوان هم وظیفه دیدبانی از قلعه را به عهده داشته، بعد از این واقعه کسانی که زنده مانده بودند مجبوراً به سمت ناهور فرار نمودند و در آنجا ساکن می گردند. پدر فیض محمد کاتب که ریاست و وکالت طایفه محمد خواجه را به عهده داشت، به همراه چندین تن از بزرگان هزاره توسط اعمال حکومت به بهانه جرم و تفحص و تحقیق درباره ماموران انگلیس که برای تعیین سرحدات افغانستان و هند برطانوی عظیم جلال آباد گردیده بودند دستگیر و زندانی می شوند. که سید محمد پدر فیض محمد کاتب با دادن رشوه به مامورین دولت از زندان غزنی آزاد و بقیه اشخاص که توان پرداخت رشوت به مامورین دولت را نداشتند به کابل انتقال داده شده که در آنجا وفات نمودند. ملا فیض محمد کاتب برای ادامه تحصیل به قندهار می رود. در حوزه علمی آن روز به کسب علم و دانش پرداخته، در سال 1297 الی 1303 هجری قمری عظیم هندوستان گردیده و در شهر لاهور اقامت افکنده و در آنجا از چشمه فیاض و زلال حکمت و فضیلت رفع عطش می کند. و در سال 1304 و 1305 آخرالامر افسار مرکب را به صوب وطن گردانیده رای رجعت در پیش می گیرد. در کابل بار سفر گشوده به سراغ جمع فرزانگان و اربابان دانش رفته در جمع آنان می پیوندد. و سال 1305 الی 1310 رای دور و دراز را طی نموده عازم ایران و عراق می گردد. در حوزه علمی آن روز در آنجا به تحصیل ادامه می دهد. دستاورد این جدوجهد سیر و سفر آشنایی کافی با علوم مختلف اسلامی مانند کلام، حکمت، تاریخ، فقه، اصول، ادبیات عربی، منطق، لغت، حیات، نجوم، حساب و جبر بوده و حتی در جفر که علوم غریبه بوده سرآمد روزگار می گردد. اما به گفته اکثر مورخان و کاتب شناسان، دانش او در سایه استعداد خدادادی و مطالعه مداوم و مشاهدات دقیق و عینی او بوده تا تحصیل در نزد اساتید محترم. کاتب به زبانهای دری، پشتو و عربی آشنایی داشته، در خواندن و نوشتن و تکلم از این سه زبان استفاده می کرد و همچنین زبان اردو و انگلیسی را به اندازه رفع نیاز می دانست. از میان معدود اساتیدی که ملا از منظر او استفاده شایان نموده است،
مولوی سرورخان اساقزایی که ملا تحریر عقل دوست خلاصت الاسا و شر چغمنی را از او فرا گرفته است که در سراج تواریخ از او به نیکی و احترام یاد کرده است. ملا فیض محمد کاتب بق او را میتوان پدر تاریخ افغانستان نامید. روحانی فعال، مورخ دردمند، جرح‌نگر و پرکار بود. او در عمر 70 ساله خود آثار بس گرانبها و بیکر به یادگار گذاشت. او با حوصله و دقت تمام فجایع را ثبت تاریخ نمود که تصور آن مشکل است که چگونه او با این کار خود جان سالم به در برده است. ملا در فن خطاطی هم استاد بوده و خط را با شیوایی زیبا و استحکام می نوشت. هنر خوشنویسی او باعث می گردد که امیر حبیب‌الله خان او را در دربار به کار نوشتن فرامین و نامه های دولتی به کار می گمارد. ملا فیض محمد کاتب در سن نوجوانی در سال 13 هجری قمری در دربار را یافت. به این ترتیب ملا فیض محمد به کاتب معروف می گردد. در اثر تردد ملا در دربار و واقف شدن حبیب‌الله خان به فضل و دانش او، خصوصا تسلط ملا به علم تاریخ، وی طی فرمان موظف می شود تا یک دوره تاریخ را از زمان به قدرت رسیدن سلسله صدوزویی ها تا زمان به قدرت رسیدن شخص امیر حبیب‌الله خان بنویسد و در فرمان امیر قید می گردد. تحریرات پیش سپردن به مطبعه از نظر امیر و چند تن از اولیای صاحب نظر بگذرد. از این رو تمام اسناد، مدارک، فرامین دولتی و نامه ها و گزارشات جبهه جنگ در اختیار او قرار می گیرد. تا وی بر علاوه کارهای روزمره دولتی به نوشتن تاریخ موصوف مصروف شود. البته در این را زحمات زیاد را هم تحمل شد و گاهی لت کوب را هم به خاطر درج حقایق به جان خرید، ولی هرگز تسلیم نشد. مرحوم کاتب می دانست که هدف حبیب‌الله از تدوین سراج التواریخ حفظ آبرو و عیست برای خود و اسلاف خیش است. تا با ثبت کارنامه پدر خود به جوانیان نشان دهند کاری بس درخشان انجام داده است. از این که امیر حبیب‌الله خان فرد شایسته تری از ملا فیض محمد کاتب را در قلمرو خود نیافت، ورنه هرگز او را محرم اسرار حکومت خود و پدرش نمی ساخت. صرف نظر عظمت فرمان تعارفی حبیب‌الله خان، موضوع به حد مهم و حیاتی بوده که خود حبیب‌الله خان قصد تدوین آن را داشته. بدون شک فرد شایسته تر از کاتب در هیچ قوم و طایفه وجود نداشته که او را به این کار بگمارد. مهمتر از همه این که مرحوم کاتب نیز هدفمندانه به کار تاریخ نگاری در دربار مبادرت ورزیده است، نه این که از روی ناچاری و اتفاق بوده باشد. آیا حضور مرحوم کاتب در چنین درباری با آن همه قساوت و برحمی که صریحاً به ناموس هزاره ها تجاوز می شود شرف و آبروی هزاره ها پایمال می گردید شک برانگیز نیست؟ این سوال ذهن بسیار از محققان را به خود مشغول ساخته است و برخی ها هم در این باره صریحاً اظهار نظر نموده است که از جمله مرحوم دکتر غزنوی می نویسد: بارها این پرسش تلخ ذهن ساده مرا آزرده است که چرا بزرگمرد دانا، قناعت پیشه وارسته، آگاه و دردمندی چون فیض محمد کاتب حاضر می شود آن همه کلمات زیشت و نسبتهای ناروا را به مردم خود به کار برد. آیا صرف برای اینکه فرمانروای بیدادگر و ظالم را خوشنود سازد؟ آیا او از چنین کار احساس ناراحتی و درد برنج نمی کرد؟ اما نتیجه گیری های اهل تحقیق که کتاب او را با دقت بیشتر خوانده است، چون مرحوم حبیبی، فرهنگ و نایل و دیگران مرا قناعت داده است که فیض محمد کاتب با استعمال آن کلمات نسبت بیشتر از ما رنج برده و توجهی به دلخوش کردن حکمرانان هم نداشته، بلکه این کار را در پرتو دوربینی و ملاندشی کرده است که فرزانگان آیندنگری مثل او از این هنر بهرمند بودند و ما امروز از برکت همین بزرگواری ها و از خودگذره های او معلومات ارزنده دست اول را داریم. ما گروه 3 نفری قاسم رحمانی، سید حمدالله جعفری و نگارنده حاج کاظم یزدانی زمانی که در سال 1370 هجری شمسی کتاب وقایع را بازنویسی می کردیم، بعد از گذشت 100 سال نمی توانستیم جلو اشکهای خود را بگیریم. پنهانی از همدیگر گریه می کردیم. بارها می گفتیم
ما بعد از یک قرن نمی توانیم جلوی گریه خود را بگیریم. چگونه مرحوم کاتب توانسته بود خود را کنترل کند با اینکه شاهد صحنه های زیادی بوده است. از لابلای اوراق تاریخ دریافتیم که او به جای اشک خون گریسته است، ولی خداوند او را حفظ کرد که او افشا نشود. بتواند حقایق را ثبت تاریخ نموده به آیندگان منتقل نماید. خود او هم می ترسید و همیشه در خوف و ایراز به سر می برد و همواره انتظار مرگ را داشت. درباره آمادگی او به مرگ می گوید: هر وقت نسخه از سراج التواریخ را نزد امیر حبیب الله خان می برد تا تایید او را بگیرد، ابتدا دو رکعت نماز می خواند و هم برای نجات این نسخه از تلف شدن و هم برای آمادگی برای مرگ که مورد خشم امیر قرار می گیرد یا نه خود هم نمی دانست تا به خود را به پایان می رساند یا نه، یا نسخه مورد قبول قرار می گیرد یا خیر. بنابراین کار او در دربار دقیق و حساب شده بود. در این را آمادگی هر خطری را داشت. ادامه زندگی نامه فیض محمد کاتب را در قسمت دوم ببینید.